سام خسروی فرد متخصص و تحلیلگر محیط زیست از تورنتو همراه ما هستن. خوش آمدید. آقای خسروی فرد، با وجود نداشتن مجوزهای زیست محیطی چرا کلنگ احداث پتروشیمی بهبهان به زمین زده شده؟ بله، وقتتون بخیر. گمان میکنم دیگه بر کسی پوشیده نیست که دلیل اصلی اینو فعالیت ها در واقع بهره‌مندی عده‌ای از منافع مالیه، بدون اینکه توجه بشه به اینکه به هر حال برای سلامتی مردم و یا برای سلامتی طبیعت چه اثراتی میتونه داشته باشه. در نظر بگیرید که در بودجه سال 1401-411 طرح که ارزیابی محیط زیست نداشته براش ردیف بودجه در نظر گرفته شده. خب این معنیش اینه که نه سلامتی مردم اهمیتی داره نه مسائل محیط زیست. نکته ای که در ارتباط با همین پروژه شاید بد نباشه بهش اشاره بکنیم اینه که اتفاقا یکی از همین پروژه هایی که ارزیابی اثرات زیست محیطی نداره و قراره ساخته بشه، سد مارون دو هست که قراره آب این در واقع پتروشیمی ماهشهر رو تامین بکنه. من وقتی داشتم مطالعه میکردم در ارتباط با مسائل خوزستان و گزارش ها و آمایش سرزمین اون استان، به یک نکته خیلی جالبی برخوردم در مطالعات، در واقع در فصل ششم مطالعات آمایش خوزستان در که سال 1393 منتشر شده. میخوام از رو براتون دو خطش رو بخونم برای اینکه خیلی مسئله مهمیه. میگه از نظر توسعه فضایی، ایجاد صنایع جدید آلاینده شیمیایی، پتروشیمی و صنایع نفت و گاز به طور کلی برای شهرستانهای جنوبی تر استان در سایتهای مخصوص احداث صنایع آلاینده جدید و خارج از محدوده های کنترل ویژه آلودگی توصیه می شود. یعنی نمیگه که صنایع آلوده احداث نشه یا جلوش گرفته بشه، میگه ببرید یه جایی بخصوص و این کار رو بکنید که دور از دسترس باشه. بنابراین جواب سوال خیلی روشنه، منافع عده خاص که طبیعتاً به ضرر مردم و محیط زیسته. حالا به نظر شما و با تخصص شما، آثار و تبعات به راه افتادن این پتروشیمی در محیط زیست منطقه دقیقاً چی خواهد بود؟ میدونی یه فهرست بلند بالایی از آثار و عواقب وجود خواهد داشت. همونجور که عرض کردم قرار است که سد مارون دو بالا دست سد مارون ساخته بشه و این یعنی که کاهش آب برای تالاب شادگان به احتمال خیلی زیاد. قرار است که سالی میلیون ها متر مکعب، بر اساس بعضی گزارش ها حتی تا 18 میلیون متر مکعب آب در پتروشیمی مصرف بشه. این یعنی فشار بیش از حد به منابع آب از یک طرف، از طرف دیگه آلودگی هایی که تولید میکنه میتونه که خاک، آب، هوا رو در واقع تحت تاثیر قرار بده. فلزات سنگین، دیوکسید گوگرد و نیترات، ما دقیق نمیدونیم. مثلا فرض کنید در ارتباط با ماهشهر چندی پیش تعداد زیادی از ماهی ها کشته شدن و گفته شد که به دلیل مسائل طبیعی بوده، ولی عده‌ای از نمایندگان مجلس گفتن نیترات در آب بوده که از پتروشیمی ها وارد آب شده. ما بنابراین ریسک همیشه وجود داره که این آلودگی ها باعث آلودگی محیط بشه، به علاوه اینکه پتروشیمی تولید گازهای گلخانه‌ای رو افزایش میده، یعنی باعث تولید گازهای گلخانه‌ای هم هست و در واقع گرم شدن بیشتر زمین. بنابراین یک لیست بلند بالایی است از آلاینده ها، از اثرات مخرب بر سلامتی مردم و بر سلامتی طبیعت، که خب طبیعتاً نمونه های مشابه در کشور نشون داده هیچ کدوم از این مسائل برای دست اندرکاران مهم نیست.